از یک طرف می‌بینیم که افزایش قیمت ارز رو داریم، از طرف دیگه آقای رئیسی خب از برنامه‌های اقتصادی جدید دولت خودش میگه. اینها آیا ارتباطی به هم دارن؟ بله، ملاحظه بفرمایید. این دولت آغازگر کار نیست، ادامه دهنده راهی است که دهه هاست شروع شده. در نتیجه کاری که دولت میکنه امروز برای مصارف داخلی پول چاپ میکنه، به طوری که به گفته آقای همتی 142 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و نقدینگی رو به حد بسیار بالایی رسونده. از سوی دیگر برای مصارف خارجی هرچه ارز کم یا زیاد در اختیار میتونن بگیرن برای مصارف خارجی در اختیار میگیرن، به طوری که ارقام بسیار مشخصی در این زمینه در دست هست، از ساختن ارزکنم پالشگاه در نیکاراگوا تا تامین ارزکنم آرد و گندم لبنان و عراق و جاهای دیگر. به این ترتیب دولت درست است که ناتوان هست، درست که نادان هست، ولی مشکل رو دولت ایجاد نکرده. مشکل رو یک نظام ایجاد کرده که در بنیادها غلطه. و این رو عرض کنم آخرین جمله در مورد این سوال، این که این کار نه فقط اصلاح اقتصادی نیست، جراحی اقتصادی نیست، بلکه یه پانسومان گذراست و آثار منفی هم در پی خواهد داشت. بله آقای مهدوی آزاد، در همچین شرایطی ما میبینیم که خب الان صحبت از این میشه که یک پولی داره به حسابهای مردم واریز میشه، البته در رابطه با چگونگی اون و اینکه نحوه برداشتش هم صحبتهایی هست، اما خیلی از کارشناسان معتقدن این برنامه به خاطر این الان داره اجرایی میشه که جلوی یک سری از اعتراضهای مردمی گرفته بشه. نظر شما رو در این رابطه بشنوید. بله، یکی از بدبختانه ترین قسمت های ماجراست. ببینید، موقعی که صحبت از ابر تورم میکنیم، من نمیخوام حالا زیمبابوه و ونزوئلا رو بکنم چشم مقامات ایرانی، بگم حالا حتما لزوما ما ممکنه به اون سرنوشت تلخ مواجه بشیم. اون تو یه مدل هست موقعی که از ابر تورم زیمبابوه حرف میزنیم، یعنی به جای رسید اسخای میکنم، به جای رسید که دولت زیمبابوه مجبور میشه اسکناس نمیدونم 100 میلیارد دلار زیمبابوه ای چاپ بکنه و تازه با همون اسکناس ها مردم یک فرغون پر اسکناس 100 میلیارد دلار زیمبابوه میبردن، با چند کیلو سیب زمینی و چند کیلو گوشت میتونستن ببرن خونه. میخوام بگم این حد یقف نداره فروپاشی اقتصادی، و اگر اقدامات جدی، برنامه‌ریزی درست حسابی، کارهای کارشناسی، برنامه‌های درست و مؤثر پیش بینی نشه، مرغ خونه همسایه غاز نیست، هر اتفاقی ممکن هست بیفته. شما الان موقعی که به گفت دیسکورس، گفتمان مقامات دولتی نگاه میکنید، ظاهرش میبینید گفتمان ظاهر الصلاح خوبه، یعنی میگن آقا مثلا گزارش تفریق بودجه 1399 نگاه کنید، ما توش 1600 همت 1600 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داشتیم، که این 1600 میلیارد تومان یارانه پنهان 2.5 برابر بودجه عمومی سال 99، 46% کل نقدینگی اون سال هست. خب این حرف ظاهرش منطقیه، یعنی آدم‌ها ببینن چی میرسونه که خب پس بذار دولت نقدینگی رو کم بکنه مثلا. منتها موقعی که شما به عملکردشون و به تصمیماتی که میگیرن نگاه میکنید و به همچنین به کلیت اقتصاد ایران، میبینید بیشتر این استدلال‌ها بهانه هست. در واقع دولت داره یه بازی دوگانه میکنه. در بعد اول اغلب تصمیماتی که دولت آقای رئیسی میگیره برعکس ادعاشون تصمیمات اقتصادی جدی یا جراحی های اقتصادی نیست، برعکس ادعایی که میکنن تصمیمات بزرگ و جراحی های ضروری اقتصاد ایران نیست، بلکه اقداماتی است که مثلا که در دیگه زود پس شما میزید، مثل که رو آتیش آب میریزید، فقط در لحظه فعلی بتونه جامعه ایران رو مهار کنه. و کار دوم و خطرناکتری که داره میکنه آقای دولت آقای رئیسی، هی مدام این بحران رو داره انباشته تر میکنه، مدام این انبار باروت رو داره خطرناک تر میکنه و در قبالش یا پروپاگاندا به شما تحویل میده یا ضرب شمشیر، یعنی یا حرف بزنید یا جواب شما رو تبلیغات میدن یا میگیرن میندازنتون زندان. این ایران رو، اقتصاد ایران رو به واقع دچار بحران بزرگتری خواهد کرد. آقای منصور، رئیس کل پیشین بانک مرکزی آقای همتی هم گفته این برنامه‌های جدید اقتصادی دولت رئیسی نگرانی‌های بیشتری رو به وجود آورده. دلایل از نظر شما چیه؟ کاملا درست ملاحظه بفرمایید. باز اجازه بدین خود این سوال رو بنده اینجوری تغییر بدم، برای اینکه مسئله دولت رئیسی نیست. مسئله فقر در ایران، مسئله این است که در ایران ساختارهای اشتغال فرو پاشیده، سرمایه گذاری انجام نمیگیره، ساختارهای علمی و فنی تحلیل رفته. در نتیجه برای اصلاح اینها ما
یک جو سرمایه گذاری در ایران لازم داریم که اینها به جای این سرمایه فرار کنه به ایران برگرده، نیروهای متخصص و کارآمد در کشور باشند تا ایجاد اشتغال بکنند و سطح درآمد بالا بره. والا با تزریق عرض کنم یارانه به این که مردم بتونن نون بخرن، فقر از بین نمیره. ملاحظه بکنید خود این ارقامی که ذکر میکنن اینا اسطوره و افسانه است. یعنی این همه یارانه، سالانه 400 هزار میلیارد تومان یارانه، این در واقع مقایسه قیمتهای ایران با قیمتهای بین المللی است، در حالی که یک کارگر ساده با حقوق یک روز خود در اروپا و انگلستان میتواند حقوق 15 روز یک کارگر ایرانی رو بپوشونه. بله. آقای مهدوی آزاد، از طرف دیگه ما میبینیم که خب یک سری اعتراضات شروع شده در استان خوزستان به طور مثال، که میبینیم حاکمیت دوباره شروع کرده برای اینکه اینترنت اونجا رو قطع بکنه. در مناطق مختلف داریم میبینیم که فعالان مدنی سیاسی اجتماعی دارن بازداشت میشن. اگر دولت رئیسی به برنامه اقتصادی خودش مطمئنه، پس چرا ما الان شاهد گسترش فشارهای امنیتی هستیم؟ ببینید بهش میگن فرآیند تطلیس، یعنی که شما مرغ رو رنگ کنید، نمیدونم کلاغ رو رنگ کنید، گنجشک رو رنگ کنید، جای قناری بفروشید به مردم، بهش میگن تطلیس. در واقع دارن با تطلیس اقتصاد ایران یه جور دیگه نشون میدن، با بازی کردن با اعداد، جعل اعداد دارن نشون میدن که حالا اقتصاد ایران اونقدر بد نیست و ما هم داریم جرایه بزرگ اقتصادی میکنیم. منتها واقعیت داره خودشون نشون میده. ببینید مدام این فقر داره بیشتر حاکم میشه. صورت مسئله که دکتر کاملا درست گفت، صورت مسئله که فروپاشی اقتصادی ایران، نابودی زیرساخت‌های ایران از نفت بگیره تا صنعت هست رو اینجوری دارن توضیح میدن که یه مقدار دلار ظاهرا انگار کم اومده، فقط اینجوری دارن توضیح میدن. بعدم با توضیحاتی مثل اینکه آقا ما تونستیم نفت قاچاق بفروشیم دارن روش ماله میکشن. و بعد یه واقعیت هولناک دیگه وجود داره، گزارش تفریق بودجه سال 99 نگاه کنید، 207 هزار میلیارد تومان از مردم مالیات گرفتن، یعنی 101% پیش بینی بودجه، از بودجه بیشتر 1% 1.5% بیشتر از بودجه تونسته از مردم مالیات بگیرن. این فشار مالیاتی با این فشار تورمی با این اوضاع اقتصادی واضح هست که بخشی از جامعه رو دچار اصلا ویران میکنه دیگه، بس اعتراض سیاسی نیست، واضح هست بخشی از در واقع زیرساخت اجتماعی جامعه ایران رو ویران میکنه تا برسید در سطوح سیاسی که خب هر روز شاهد اعتراضات خواهید بود. خب اتفاقا در همین زمینه آقای منصور میبینیم که وزیر دادگستری گفته نانواها، کارخانه ها در واقع اگر بخوان قیمت ها رو افزایش بدن باهاشون برخورد میشه. آیا این مشکل رو از نظر شما اساسا میتونه حل بکنه در کوتاه مدت یا دراز مدت؟ در اقتصاد نقش داوود رفش صفره. اگر مکانیزم ها درست کار نکنن هیچ کدوم کار نمی کنن، صدها راه دیگه براش باز بشه. در نتیجه این سخن ها فقط بازی کردن این بازیگران است که به مسائل بنیادی اقتصاد توجه ندارند. بله آقای مهدوی آزاد، نظر شما در این رابطه چیه؟ آیا این فشارهای امنیتی قابل قبول مردم و شهروندان ایران هست؟ به طور مثال وقتی یک نانوا رو تحت فشار میخواد حاکمیت بگذاره، آیا مردم میتونن این رو تحمل بکنن؟ ببین در سطح اول شما باید اقتصادتون رو باز بگذارید، خب زیر تحریمه به خاطر مسائل ایدئولوژی، باید تو این اقتصاد از بدید ورودی داشته باشه یه عالم شاخصه اقتصادی، خب اینجا که مشکل دارید. در سطح دوم باید با فساد مبارزه کنید که ایران اصلا در واقع درگیر فساد ساختاری است. در سطح سوم شما باید کارآمدیتون رو بالا ببرید که یکی از بی‌عرضه ترین ساختارهای سیاسی دنیا در ایران هست به نام جمهوری اسلامی، و تازه تو این جمهوری اسلامی یکی از بی‌عرضه ترین و فاسد ترین بخشا یعنی اصولگرایان تندرو الان سر کار هستن به نام دولت ابراهیم رئیسی. ببینید شما از کارآمدی بگیرید تا شاخص‌های اقتصادی تا فساد، همه چیز اوضاع خرابه. و خب در مقابلش تنها راهکاری که حکومت ارائه میده این است که مثلا تلگرام فیلتر بشه، اینستاگرام لازم هست بسته بشه، و اگر کسی مثلا تو اینستاگرامش چیزی نوشت یا اعتراضی کرد بازداشت بشه. خیلی فکر کنم مدل بچه اول دبستان هم میفهمه این مدل جواب نمیده، بچه اول دبستان هم میفهمه این مدل همسان نیست، و بالاخره این مدل به نفع مردم علیه نظم امنیتی فعلی به هم خواهد خورد. ممنونم از هر دوی شما، مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از بن و حسن منصور اقتصاددان از برموس.